نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در عراق آوکیلو سما بر اهمیت تسریع در بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اقتصاد محلی در شهرها و مناطق ویران شده در نتیجه درگیری‌ها با گروه سنی‌های تندروی داعش تأکید کرد. وی اعلام کرد که از سال 2015 برنامه تثبیت مناطق آزاد شده به عنوان پاسخی به ویرانی‌های ناشی از اشغال گروه سنی‌های تندروی داعش آغاز شده و تاکنون بیش از 3100 پروژه موفقیت‌آمیز در بخش‌های کلیدی به اجرا درآمده است. این پروژه‌ها شامل بازسازی 1000 مدرسه و بیش از 150 مرکز بهداشتی و درمانی است. همچنین به منظور مقابله با فساد و تقویت نظام قضایی آموزش 700 قاضی و وکیل در دست اقدام است. لوتسما افزود که این برنامه‌ها نه تنها به بازگشت نزدیک به 5 میلیون آواره عراقی به خانه‌هایشان کمک کرده، بلکه به بهبود پایداری و توسعه پایدار مناطق آزاد شده نیز کمک شایانی کرده است. وی بر ضرورت ادامه تمرکز بر نیازهای فوری این مناطق از جمله شهرهای موصل، رمادی، فلوجه، تکرید تأکید کرد. سازمان ملل میگوید این تلاش ها در راستای بازگرداندن ثبات به عراق و بهبود وضعیت مردم در این منطقه صورت میگیرد.